الرحمن الرحیم و به این استعین عرض ادب و احترام خدمت حضار نهایت گرامی رهبری امارت اسلامی افغانستان شخصیت پرتلاش و دلسوز سکتور خصوصی جلالتما محترم جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت و همکاران گرامیشان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای بسیار خوشحالی هست که امروز ما در یک محفل بسیار پردستاورد و ملی حضور داریم و ختم این پروگرام ملی را با یک دستاوردهای بسیار بزرگ و کلان که همه سکتور خصوصی همکاران گرامی ما از اتاق صنعت و معادن افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شرکت محترم کابل نفیس و همه عزیزانی که در این امر خیر و کار ملی تلاش کردند و این فرصت را مساعد ساختند تا ظرفیت هایی که در افغانستان در این چند سال گذشته ایجاد شده این ظرفیت ها به نمایش گذاشته شود تا ای که مردم جهان و مردم افغانستان بدانند که در بدترین شرایط ما فرصت کار، تلاش و پیشرفت داریم. وقتی فرصت بهتر به ما مساعد شود به یقین که ما میتونیم کشور خود به قله های ترقی، پیشرفت و آسایش برسانیم. افغانستان یک کشور بکر است از لحاظ منابع خدادادی. افغانستان یک کشور زراعتی است. افغانستان منابع سرشار از آب شیرین در منطقه دارد. افغانستان نیروی کار با استعداد و توانمند دارد که امروز شما شاهد دستاوردهای بزرگ توانمندی های افغانستان در این نمایشگاه هستیم. برای کسانی که در این کار ملی و نمایشگاه صنایع داخلی افغانستان شب و روز تلاش کردند تا فرصت مساعد بسازند تا که سرمایه گذاران ما دستاوردهای خود به نمایش بگذارند، برای از یا این موفقیت بزرگ تبریک میگم و تشکری میکنم از حمایت همه جانبه و بیدریق و از امارت اسلامی افغانستان و خصوص جلال ما محترم جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت افغانستان. جناب وزیر صاحب، شما یک قسمت کوچکی از تولیدات داخلی افغانستان در این نمایشگاه دیدین. الحمدلله در 20 سال گذشته افغانستان تا یک بوتل آب معدنی هم تولید نداشت. امروز شما میبینین که به هزارها نو محصول دستاورد خواهر و برادر افغان ما در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. بناهن ایجاب میکنه که رهبری امارت اسلامی افغانستان همونطوری که از شروع ایجاد حکومت جدید و تحول بزرگی که در افغانستان ایجاد شده سکتور خصوصی را حمایت کردن، پشتیبانی کردن و اطمینان دادن که افغانستان خانه مشترک همه افغانها هست و افغانها میتونن با خاطر آرام بدون تشویش و نگرانی بیاین به خانه خود سرمایه گذاری بکنن. یک فرصت بسیار خوب هست و توقع بیشتر از این هست که حمایت ها صورت بگیره. مشکلاتی که موجود هست، این مشکلات هم انشاءالله برطرف بشه، چون شما میفهمین که صنعت وابسته به انرژی هست. امروز ما به کمبود جدی انرژی مواجه هستیم. امیدوار هستم که در راستای جذب سرمایه گذاری در قسمت سرمایه گذاری روی معادن و برق افغانستان هم انشاءالله تلاش صورت بگیره. خوش آمدید میگم جلالت محترم جناب حنیفی صاحب بزرگوار، معاونیت دوم
ریاست الوزرای امارات اسلامی افغانستان به محفل اختتامی نمایشگاه بین المللی افغانستان. دوستان نهایت گرامی، افغانستان فرصت بسیار خوبی امروز مساعد شده تا اینکه همه تجار و سرمایه گذاری که در خارج از افغانستان هستند و نگرانی داشتند نسبت به وضعیت موجود در افغانستان، الحمدلله امروز باید از این وضعیت آگاهی پیدا بکنند که فرصت بسیار مساعد هست برای آمدنشان به افغانستان و سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف. انشاءالله که صنعت افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داره. همونطور که پیشتر گفتم، من در 20 سال گذشته حتی بوتل آب معدنی هم از خارج وارد کشور می‌شد. امروز انواع محصولات تولیدی افغانستان نه تنهایی که ظرفیت‌های نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های افغانستان را پوره کرده، امروز مرزهای افغانستان را شکستانده، محصولات تولیدات داخلی افغانستان امروز در گوشه و کنار جهان صادر میشه. تولید کننده های ما داریم، محصولات از تولیدات افغانستان داریم که به امریکا، اروپا و کانادا و کشورهای منطقه صادر میشه و این یک افتخار بزرگ است برای همه ما و شما. دستاورد بزرگ و تلاش بی‌وقفه رهبری وزارت محترم صنعت و تجارت و رهبری اتاق‌های موجود در افغانستان در رابطه به تعدیل قوانین مالیاتی که دیروز خبر خوش برای تمام تجار و سرمایه‌گذار داده شد، این دستاورد دارم برای همه تجار، سرمایه‌گذاران و ملت افغانستان تبریک میگم. برای کسانی که حضور پررنگ داشتند در این نمایشگاه، برای دستاوردهایی که داشتند در این نمایشگاه و قراردادهایی که صورت گرفته، معاملاتی که داشتند، هم این دستاوردهای بزرگ را به خواهر و برادر افغان خود تبریک میگم. برای همه دوستان و عزیزانی که شب و روز تلاش کردند یک بار دیگه و خسته نباشید میگم، و این دستاورد بزرگ و این موفقیت ملی را برای همه شما بزرگان و رهبری امارات اسلامی افغانستان تبریک و تهنیت میگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.